عالیه و فلان و اینا، اصلا شما احترام خوبه. آره آره. حالا یه سوال من از شما نوید، آره شما صحبت کردین ازتون میکنم، آیا شما حاضرید اگه مثلا تو جامعه شرم نبود براش تن فروشی بکنید خودتون؟ خب من استریتم. این خیلی جالب بود. ببین آرش خیلی جالب بود میگفتی چرا تو فکر کردی من میگم که تن فروشی بکنی، حتما فقط به مرد میتونی تن فروشی بکنی فقط؟ آره. جالبه، چرا تو فکر کردی که من اگه بخوای تن فروشی بکنی فقط مثلا یه مرد دیگه باید؟ نه ولی جالب، میدونی چرا جالبه؟ چون دیشب هم تو دیسکوردش من بود متاسفانه. نه ولی نه اشتباه جالبیه، چون که دیشب هم تو دیسکورد داشتین در بین صحبت میکردین، خب من از بقیه پرسیدم که شما تن فروشی میکنین یا نه اگه شرم تو جامعه نبود، اونا هم تصورشون این بود که من منظورم این بود تن فروشی به یک مرد باید کنن، گفتن که من خب دوست ندارم با یه مرد دیگه باشم. خب نه، من خب برای یک کسی که تن فروشه فقط مشتریای رو میپذیره که دوست داره. خب شما اگه استریتی مشتری زن رو میپذیری، مشتری مرد که نمیپذیری که. ولی من بس بذار اینجوری پاسخ رو بدم، من به عنوان اولویت نه، ولی اگر مثلا میگم مثل وقتی که ممکنه کار نداشته باشم برم مثلا اوبر کار کنم، آره اینجوری میرفتم، ولی اولویت شغلی هیچ وقت نبود، چون ترجیحم اینه که توی شغلی کار کنم که با گذشت زمان مهارت هایی که میگیرم ارزشش خیلی روند پیشرفتیش بیشتر باشه آموزشی تا نسبت به یه کارهایی مثل تنفروشی و اینطور مسائل، و بتونم زمان بیشتری رو مثلا این کار رو داشته باشم. اما اگر میگم در حد اوبر و اینها، اوبر و اینها قبولش داشتم، اما اگر لازم داشتم پول انجام میدادم اگر زشت نبود. آه انجامش میده. اوکی. نوی تو چی تا انجام میدادی؟ من اصلا سوالتو نفهمیدم، من باگ خورده بودم ببخش. تو آیا اگه شرم تو جامعه نبود برای تن فروشی، خب آیا تو مثلا امکان داره تن فروشی بکنی برای اینکه یه پول اضافی در بیاری؟ شاید به خاطر شرمش و اینا الانم نه، فقط به خاطر اینکه شاید میل به انجام همچین کاری کلا ندارم، نه اینکه به خاطر، شاید هم میلش به خاطر شرم جامعه باشه ها، میدونم، ولی فکر میکنم اگه شرمشم نبود شاید نه. ببین فرض کن یه دختری، فرض کن الان تو لویالتی به هیچ کسی نداری، مثلا اصلا با کسی نیستی که مثلا فقط با اون باشی، خب مثلا سینگلی، خب و یه دختر خیلی خوشگلی که مثلا بهش علاقه داری میخواد بیاد باهات رابطه جنسی داشته باشه، خب تو احتمالا میگی آره، درسته؟ میگی بله. بله 100%. اوکی خب، ولی حالا اگه گفتش که من میخوام باهات رابطه جنسی داشته باشم و به خاطر این بهت $100 بهت میدم، تو بهش میگی نه؟ میگی که من دیگه حاضر نیستم؟ آره شاید به خاطر اینکه وقتی حس کنم مثلا داره $100 میده، یه حسی بهم دست میده که مثلا فقط به خاطر من نیست موضوع پولم. نه دیگه خیلی پولم نه نه دیگه نه خیلی دیگه نه اتفاقا خیلی به خاطر تو شد دیگه، یعنی انقدر میخواد $100 هم میگیریم باش. اتفاقا انقدر میخواد که آره، ولی خب این شغل نیست. نه این با شغل فرق میکنه، تو وقتی منو میذاری توی چیز شغل، فرض شغل نیست دیگه، این یکی منو میخواد میگه حتی حاضرم اینقدر میخوامت که پولم بدم. شغل یعنی حالا نمیدونم تعریف شغل چیه، بالاخره تن فروشی نه شغل یعنی اینکه من نیاز دارم به اون $100. نگفتم نه خیلی از تن فروشا نیاز ندارن، بعضیاشون مثلا یه کاری آره نه، ولی شغل ها بر اساس نیاز تعریف میشه دیگه، شما شغل رو انتخاب میکنید چون نیاز دارید. نه بعضیا بعد از کافی پول دارن میخوان یه درآمد کناری هم اضافه بکنن به اون چیزی که دارن، برای میمیرن تن فروشی میکنن، حتما لازم نیست نیاز باشه. بازم یه نیاز پشتشه دیگه، یعنی ببین حتی اگه شغل و شما به خاطر اصلا یه شغل علاقه داری، این تعریفش نیاز نیست. ببین هم پروستیتوشن هم تنفروشی به محضی که شما به خاطر یعنی پول بگیری و بعد با یه کسی رابطه جنسی داشته باشی، این میشه تعریفش، میشه پروستیتوشن تنفروشی. شغل باشه نیاز باشه اینا قسمتی از تعریفش نیست. من میدونم میگم، ولی تو گفتی حاضری مثلا این کار رو انجام بدی به عنوان یه شغل، فکر کردم سوالت اینجوریه، مثلا به عنوان یه شغل هم مثلا اینکه مثلا حاضر نیستم مثلا به عنوان یه شغل مثلا چه بدونم تخلیه چاهم بکنم مثلا، خب چون اونم علاقه ندارم بهش، خب عین همون، خب ولی نه فقط به خاطر موضوع جنسیش، چون شرم و برداشتی دیگه، شرم و برداری مسئله جنسیش حل میشه دیگه. اوکی
آره بریم سراغ بقیه. ما حالا امروز مشکل داره، مشکلش اینه که من نپرسیدی. آها فکر کردم برای اینکه نهی گفت، گفتم ازت بابا که گفتی خب نوید بگو. آره سوالا رو ازت نپرسید، نه جواب من که من صد قاسم هم مهمه بابکم. من اصلا فکر نمی‌کردم 100 درصد این کارو می‌کردم. آره میکردی این کارو؟ نپرسید احتمالاً، چون آره میدونه من این کارو میکنم، ازم نپرسید. نه میپرسم، من فکرم شما خودتون میگید. باشه این کارو میکنم. شرمم نه ببین بابک، تو میگی اگه شرم نباشه، اول بذار بابک بپرسم بعد قسم میپرسم. بابک تو میگی که اگه شرم باشه این کارو میکنی، یعنی حتی چه با شرم باشه تو جامعه، چه شرم نباشه این کارو میکنی، یا شرطش باید باشه؟ من در هر صورت، آره در هر صورت این کارو میکنم. اوکی اوکی، توضیح خواهی بدی یا اینکه همین کافیه؟ نه حالا توضیح خاصی نداره، حالا بریم جلو بهتون میگم. حالا من وارد این مبحث میخوام بشم شدید. آره خب باش. پس حالا آخه برای من هیچ ایرادی از نظر من وجود نداره روی این مسئله. متوجه چی میگم؟ اصلا توی دیکشنری من، تو ذهن من اصلا این تابو نیست، این مشکل نیست. متوجه این گه امر بی اخلاقی اصلا یه چیزی که به شرم بکنی نیست، خیلی عادیه. خب چرا این کار نمیکنی؟ یعنی شادم کردی نمیدونم، یعنی خود میتونی، یعنی حاضری مثلا بری یه اکانت بذاری مثلا خودت تبلیغ بکنی که مثلا خانمایی که دوست دارم باهات باشم بیاتونم بهم پول بدن بهت باهات بخوابن اگه لازم باشه؟ آره اوکی. خب اگه کسی خب الان داره مسئله اگه لازم باشه دیگه، اگه لازم باشه یعنی چی؟ لازم باشه چی جوری دیگه؟ خب نه دیگه، الان این چیزو خودم ندیدم که، چون میدونم کارهای دیگه هم انجام میدم. اما اگر لازم باشه زمانی بدونم آره انجامش میدم. قاسم تو هم گفتی؟ آره آره، من اصلا کاریم به نیازش اینو ندارم، امنیتش برقرار باشه من این کارو میکنم. حالا قیمتش هم میارم پایین، بازارم خراب میکنم، مشکلی با شرمش ندارم. قیمتش هم میارم پایین، بازار خراب میکنم. عالی بود. جمهوری بی خدایان.